نام خدا و با عرض سلام به خبرهای این ساعت طلوع و شبکه جهانی طلوع نیوز خوش آمدید. امروز چهارشنبه دهم ماه صبر سال 1393 هجری خورشیدی است که برابر می شود با سوم ماه اپریل سال 2014 میلادی. در آغاز سرخط چند خبر. آغاز رسیدگی های علنی به شکایت های انتخاباتی. اتهام بر امریکا برای فراهم ساختن زمینه فساد در افغانستان. ادعای نفوذ آیسای در وزارت مالیه کشور. برگزاری انتخابات پارلمانی در عراق در تدابیر شدید امنیتی. و بازماندن قانون معدن از تصویب. شجاع زکی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. آرای 525 محل رایدهی از سوی کمیسیون رسیدگی به شکایات‌های انتخاباتی باطل اعلام شد. آرای این محل‌ها بیشتر از 230,000 می‌شدند که در نتیجه بررسی این کمیسیون باطل شدند. این تصمیم پس از نخستین نشست علنی کمیسیون رسیدگی به شکایات‌های انتخاباتی گرفته شده است. در نخستین نشست کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی شکایت‌های را بررسی می‌کند که 3 نامزد ریاست جمهوری از اعلام نتایج نخستین و به اعتبار شناخته شدن آرای 525 محل رایدهی به این کمیسیون ثبت کردند. کمیسیون محترم انتخابات میگه 525 جای باطل شده. این 525 جای در کجا هست؟ کدش چند هست؟ محلش چند هست؟ که بر اساس از اون ما بفهمیم که اینجا رای ما وجود داره یا نداره؟ ما در مورد 196 محل که از جمع 525 محلی که باطل شده 30 جز از شکایت است. یکی که با ناظرین ما ابلاغ نگردیده، یکی که استدلال نشده حقوق داناششته. قاضی وقت که حکم علیه یک کس میکنه استدلال حکم باید بگه که بخاطر چی ابطال کردیم. و چطور ممکن است در 40,000 رای به نفع یک کاندید استعمال میشه؟ 400 با کس دیگه زکات میره یا سرقت الفطر میره. ای ممکن است در نظر به مشکلاتی که ما شما در محیط داریم و سوم ای ممکن است ما می کل مسائل با جناب با کمیسیون مستقل انتخابات شریک ساختیم ولی کدام غیر از قانع بودن گفتن که ازی بالا از ما نمیشه. ای قسم اعتراف جرم نیستی؟ اما رئیس بخش حقوقی کمیسیون مستقل انتخابات میگوید آرای 525 محل رایدی که از این کمیسیون به اعتبار شناخته شدند آرای مشکوک بودند. در فرم نتایج امضای ناظرین وجود نداشت، امضای رئیس محل وجود نداشت، تاپی کمیسیون وجود نداشت، یعنی نظر با در نظر داشت استانداردهای بین المللی انتخاباتی اصلا همچو ورقای به شما قابل اعتبار نبود و ما باید او را از روند انتخابات از روند شمارش خارج می ساختیم. سرانجام کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی فیصله کرد که این کمیسیون درباره این شکایت ها تا پایان روز چهارشنبه تصمیم خواهد گرفت. ما تصمیم خود تا پایان امروز مطابق احکام باید بگیریم نسبت به این نوع مورد، ولی ای که از طرف کمیسیون چی پروسیجر برای اعلان از او هست و موضوع مربوط به اونا. در پایان روز چهارشنبه کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی تصمیم گرفت تا آرای بیش از 500 محل رایدی را باطل اعلام کند. شمار این آرا به بیش از 230,000 میرسند. تا کنون 121 شکایت از تقلب و تخطی های انتخاباتی به کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی ثبت شدند و این کمیسیون بر بنیاد جدول زمانبندی انتخابات تا روز 8 ماه ثور فرصت دارند که به این شکایت ها رسیدگی کند و سپس نتیجه آن را به کمیسیون مستقل انتخابات بفرستد تا نتایج نهایی انتخابات به روز 24 ماه ثور اعلام شود. در این حال برای نخستین بار کمیسیون مستقل انتخابات تمامی اطلاعات را درباره محل های رایدهی و روند انتخابات در صفحه اینترنتی خودش گذاشته است. رئیس دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که برای حرمت گذاشتن به اراده نیرومند مردم در انتخابات تمامی برنامه ها، تصمیم ها و نتایج انتخابات در صفحه اینترنتی این کمیسیون پخش می شوند تا مردم از نتیجه آرایشان آگاه شوند. از سوی هم نهادهای نظارت کننده انتخابات و مردم این کار کمیسیون مستقل انتخابات را می ستایند. حازم آرش گزارش می دهد. کوشش ها برای ثابت ساختن شفافیت روند انتخابات. برای نخستین بار کمیسیون مستقل انتخابات تصمیم گرفته است که از تمامی برنامه ها، تصمیم ها و نتایج انتخابات مردمان کشور را از طریق صفحه اینترنتی اش آگاه بسازد.
دبیر کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که برای باورمندی هرچی بیشتر مردم، اکنون برنامه ها و تصمیم ها درباره روند انتخابات و نیز سندهای اصلی انتخابات در صفحه اینترنتی این کمیسیون پخش میشوند. ټاکنو خپلواک کمیسیون هیڅ چا دې چانه پنهان کړی دی. د ټولو ریزلټ شیټونو یا د نتایجو فورمې کاپی په ویب سایټ کې موجود. هغه محلات چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون به اعتبار کړي لسته هلته موجود. عمومي د مراکزو محل لستونه موجود دي. د فیصلو کاپی هلته موجود. د هغې پرېکړو چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون کړي ټول کاپی موجود. او همدارنګه نور موارد چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون فکر کړی چې دا اړین دي، ولس باید پرې پوه سي، کاندید باید پرې پوه سي، ناظر باید پرې پوه سي، د ټاکنو خپلواک کمیسیون دغه کار کوي. این کار در انتخابات های پیشین انجام نشده بود و یک ابتکار گفته می شود. شمار از نهادهای نظارت کننده هم از این کار کمیسیون مستقل انتخابات استقبال می کنند. کمیسیون مستقل انتخابات اطلاعات لازم را در رابطه با نتایج انتخاباتی در اختیار مردم میگذاره از طریق وبسایت یا سایر رسانه ها. ما از این موضوع استقبال می کنیم. مردم آگاه شدن از تازه های روند انتخابات را عقلشان می دانند و تاکید می ورزند که باید از نتیجه رای هایشان بیشتر آگاهی یابند. تمام خواست مردم افغانستان همی است که باید در هر کار در جریان باشند. برای آگاهی مردم بسیار زیاد مفید است، چون که اطلاعات دقیق صورت می گیره و مردم آگاه می شن. گذاشتن تمامی اطلاعات درباره انتخابات در صفحه اینترنتی کمیسیون مستقل انتخابات می تواند سرآغاز یک رویداد خوب برای آگاهی مردم درباره انتخابات باشد. شفافیت در روند انتخابات دلبستگی مردم را برای شرکت در این روند مردم سالار بیشتر می سازد و این شفافیت است که می تواند حضور مردم را در انتخابات های آینده گسترده تر بسازد و اراده مردم را نیرومندتر. آزمارش طولانی است. فساد را امریکا در افغانستان پرورش داده است. یافته‌های پنتاگون نشان می‌دهند که حکومت امریکا محیط را در افغانستان ایجاد کرده است که فساد اداری را پرورش می‌دهد. پنتاگون در یک گزارش تازه می‌گوید که واشنگتن با پشتیبانی از جنگسالاران، اتکا بر پیمانکاران و پرداخت میلیاردها دلار به آنان عامل گسترش فساد در افغانستان به شمار می‌رود. در بخشی از این گزارش که از سوی شبکه خبری بلومبرگ پخش شده است، آمده است که اگر جامعه جهانی فشار لازم را بر حکومت افغانستان نیاورد، اوضاع از این هم بدتر خواهد شد. کمیته مشترک نظارت بر ارزیابی مبارزه با فساد اداری این گزارش را اعتراف واشنگتن و زمینه سازی فساد برای ایجاد فساد در کشور با یک واقعیت می‌داند. در یک گزارش تازه پنتاگون، حکومت ایالات متحده آمریکا با گسترش فساد در افغانستان متهم شده است. بخشی از این گزارش پنتاگون که از سوی شبکه خبری بلومبرگ پخش شده است، آمده است که واشنگتن با پشتیبانی از جنگسالاران و تکیه بر پیمانکاران خصوصی آلوده با فساد و پرداخت میلیاردها دلار به آنان، دامنه فساد اداری را در افغانستان گسترش داده است. در این گزارش 65 صفحه‌ای آمده است که فساد به گونه مستقیم ثبات و مشروعیت حکومت افغانستان را تهدید می‌کند و معافیت از قانون به یک فرهنگ مبدل شده است. ای کاش که این وقتا را یک چند سال پیشتر دوستای امریکایی ما برملا می ساختن که جلوی این فسادهای گسترده را چی در داخل و چی در خارج می گرفتن. خب به هر صورت عالی صحبتی که نو کردن یک نوع اعتراف است که فسادهای گسترده در جامعه بین المللی بوده. این گزارش از سوی تحلیلگران بخش ستاد مشترک ارتش ایالات متحده آمریکا به گونه محرمانه تهیه شده است، اما شبکه بلومبرگ به نسخه از آن دست یافته است. در بخشی از این گزارش آمده است که جنگ افغانستان تاکنون بیش از 710 میلیارد دلار هزینه برداشته است و اگر جلو فساد گرفته نشود، دستاوردها در افغانستان با تهدیدهای جدی روبرو خواهند شد. در این گزارش از حکومت افغانستان نیز سخت انتقاد شده است. اجازه می گرفتن که حکومت افغانستان هم از این پروژه و از مصارفش باید نظارت می کردن. یعنی در خلای همچو معلومات ها امروز وزارت مالی افغانستان قرار داره و مردم افغانستان یه حق را دارن که از وزرای مالی وقت، از هر سه وزیر مالی که با استفاده از صلاحیت های زیادی در حریکه قدرت تکیه زده بودن حساب بخواهند. در این گزارش تازه پنتاگون آمده است که پس از آمدن نیروهای آمریکایی به افغانستان، پنتاگون به دادن بخش بزرگی از پیمانها به جنگ سالاران به آنان فرصت داد
تا پولدار شوند. گفته می شود که این گزارش تازه پنتاگون بر بنیاد بیش از 500 سند به شمول گزارش بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان و نیز گفتگو با 66 تن به شمول 11 مقام بلندپایه نظامی امریکا تهیه شده است. در این حال مسئولان اتاقهای تجارت و صنایع از نفوذ سازمان استخباراتی پاکستان در وزارت مالیه سخن میگویند. آنان میگویند که پاکستان با استفاده از این نفوذ تلاش میکند جلوه عملی شدن نظام انتقالاتی تیر را در افغانستان بگیرد. از سوی هم مسئولان وزارت ترانسپورت و نوردی میگویند با آنکه وزارت مالیه در عملی ساختن نظام تیر نقش کلیدی دارد، اما کارمندان این وزارت حتی درباره نظام چیزی نمیدانند. در این حال وزارت مالیه این گفته ها را رد میکند. زبیح‌الله جهانمل گزارش می‌دهد. مسئولان اتاق‌های تجارت و صنایع گذشته از نفوذ سازمان استخباراتی پاکستان در وزارت مالیه، وجود فساد گسترده در گمرک‌ها، سهل‌انگاری حکومت در عملی ساختن نظام تیر، نبود زیربناهای ترانسپورتی، مشکلات ویزا و نبود سهولت‌های لازم را در بخش ترانسپورت زمینی از علت‌هایی می‌دانند که افغانستان نتوانسته است در یک سال گذشته در عملی ساختن نظام تیر پیشرفت داشته باشد. با گفته رئیس هیئت عامل اتاق‌های تجارت و صنایع، با گذشت 3 سال از عضویت دوباره افغانستان در سازمان جهانی جاده، تا کنون حتی یک موتر باربری هم با جواز کارنتی تیر به خارج از کشور نرفته است. یک دلیلش این میتونه باشه که پاکستان فوق‌العاده نفوذ دارد در وزارت مالیه ما. دوم، موجودیت فساد اداری، رشوه ستانی و قاچاق کالای تجارتی که متاسفانه از گمرک ها صورت میگیره و پول ازی در جیب اشخاص بلند رتبه دولتی ما در گمرکات و در سطح بالاتر وزارت میریزد. اما مسئولان وزارت مالیه با رد گفته های مسئولان اتاق تجارت و صنایع میگویند که اگر درباره نفوذ پاکستان در وزارت مالیه اسناد وجود دارد باید افشا شوند. آنان میگویند که بخش خصوصی مشوق اساسی فساد در گمرک ها است. خدای نخواسته که داسې کومه خبره ای خو موږ خو عدلي او قضایي او امنیتي ارګانونه لرو، نو هغوی بیا ولې مداخله نه کوي؟ دا نو کابینه ده، دولت ده، رئیس جمهور ده، دا ټول باید چې که داسې کوم موضوع به د دې ډېر جدي پیګیري وشي. که دا موضوع وي او که دا موضوع نه وي، نو د خلکو د اذهانو باید مخشوش نه شي. سیم هرچند بخشی از کار عملی ساختن نظام تیر مربوط وزارت ترانسپورت و نوردی می شود، اما این وزارت نیز مشکلات موجود در این بخش را به دوش وزارت مالیه می گذارد. چون پدیده نهایت جدید است، حتی گمرکات، وزارت محترم تجارت، یکسر نهادهای پلیس سرحدی ما، وزارت داخله، این نهادهایی که مکلفیت تطبیق تیر دارند، مکلفیت تطبیق سیستم تیر دارند، اینا از اهمیت تیر آگاه نیستند. افغانستان تنها با استفاده از نظام تیر میتواند بدون مزاحمت های ترانزیتی کشورهای همسایه کالاهای بازرگانی را به اروپا و دیگر کشورها صادر و وارد کند. ادامه خبرها از طلوع و شبکه جهانی طلوع نیوز. انتخابات پارلمانی عراق زیر تدابیر شدید امنیتی برگزار شد. میلیون ها عراقی برای گزینش 328 عضو پارلمان کشورشان امروز به پای صندوق های رای دهی رفتن. احتمال می رود که در این انتخابات ائتلاف نوری المالکی نخست وزیر شیعی مذهب عراق برای سومین بار پیروز شود. عراق پس از خروج نیروهای آمریکایی در سال 2011 نخستین انتخابات را تجربه می کند. برای شرکت در این انتخابات 22 میلیون تن واجد شرایط رای دهی بودند و میلیون ها تن در 50,000 مرکز رای دادند. نزدیک به 9,000 تن برای 328 کرسی پارلمان عراق رقابت نمودند. حکومت عراق بیش از 210,000 نیروی امنیتی را برای تامین امنیت انتخابات بسیج کرد و برای جلوگیری از حمله های هراس افغانانه رفت آمد موترها در بسیاری از بخش ها ممنوع بود. من آرزوی یک تغییر را دارم، اما این تنها یک امید است، چرا که چهره های کونه همچنان در قدرت خواهند ماند. انشاءالله یک حزب خوب پیروز خواهد شد و جلو بمبگذاری ها را خواهد گرفت. اما رای گیری در بخش های از ایالت انبار که به دست شورشیانند ملغا شد. انتظار می رود ائتلاف نوری المالکی نخست وزیر شیعی مذهب باری دیگر پیروز شود.
اختیار حسنا. من آرزوی شرکت گسترده مردم را در این انتخابات دارم. انشاءالله ما یک انتخابات پیروزمندانه را جشن خواهیم گرفت و عراس افغانی را شکست خواهیم داد. نوری المالکی از سال 2000 میلادی نخست وزیر عراق است، اما پس از سال 2008 خشونت ها در این کشور به بالاترین میزان رسیده است و شورشان سنی مذهب وابسته به القاعده حکومت شیعی مذهب نوری المالکی را به چالش کشیدند. تنها از آغاز سال روانی میلادی تا کنون بیش از 2000 تن در نتیجه خشونت ها در سراسر عراق کشته شدند. و اکنون نگاه زودگذر داریم بر چند رویداد دیگر در جهان. پاکستان از کشورهای خطرناک برای خبرنگاران در جهان است. سازمان عفو بین الملل می گوید که حکومت پاکستان در محافظت از خبرنگاران در این کشور ناکام بوده است. این سازمان با پخش گزارش می افزاید که پس از پایان حکومت پرویز مشرف در سال 2008 میلادی، این سازمان بیش از 34 پرونده مرگ خبرنگاران را در پاکستان ثبت کرده است. ایالات متحده آمریکا هشدار می‌دهد که اگر نیروهای نظامی روسیه وارد اوکراین شوند، واشنگتن بی‌درنگ دست به کار خواهد شد. سفیر آمریکا در اوکراین می‌گوید که ورود نیروهای روسیه به اوکراین بحران آفرین خواهد بود. از سوی دیگر وزیر خارجه روسیه بر پایان دادن بحران اوکراین از راه گفتگوهای دیپلماتیک تاکید می‌ورزد. مرحله هفتم انتخابات پارلمانی هند امروز در 89 حوزه انتخاباتی این کشور برگزار شد. نریندرا مودی رهبر حزب بهارتیا جاناتا که به احتمال زیاد برنده این انتخابات خواهد بود، نیز امروز در ایالت گجرات رأیش را در صندوق انداخت. مقام‌های هندی می‌گویند که تنها دو مرحله دیگر انتخابات پارلمانی این کشور که قرار است در روزهای هفتم و دوازدهم ماه می برگزار شوند، باقی ماندند. مقام‌های چین از به دنیا آمدن سه چوچه ببر در یکی از باغ‌های وحش شمال این کشور خبر می‌دهند. این مقام‌ها می‌افزایند که مادر این نوزادان که 12 سال دارد تا کنون چندین چوچه به دنیا آورده است. در همین حال گفته می‌شود که در سال روان میلادی بیش از 40 چوچه ببر در این باغ وحش به دنیا خواهند آمد. باز هم خوش آمدید و این هم چند خبر اقتصادی. پیشنویس قانون جدید مادن امروز از سوی دومین بار به علت تکمیل نبودن نصاب در مجلس نمایندگان از تصویب باز ماند. اعضای مجلس نمایندگان تنها ماده 14 قانون را تصویب کردند، اما به علت بیرون شدن شمار از نمایندگان نصاب مجلس بر هم خورد و ماده های اختلاف برانگیز دیگری این قانون از تصویب باز ماندند. مجلس نمایندگان فیصله کرد که برای بازنگری ماده های جنجال برانگیز کمیسیون ویژه ایجاد شود. گیتی محسنی گزارش می‌دهد. بسم الله الرحمن الرحیم. با گذشت یک سال از فرستاده شدن پیشنویس قانون جدید مادن به شورای ملی، هنوز هم این قانون روی میز مجلس نمایندگان است. اعضای این مجلس در نشست امروزی تنها یک ماده این قانون را درباره منرال‌های دارای رادیواکتیو و عناصر نادر تصویب کردند. رأی‌گیری ما به این شکل است که آیا با متن اصلی موافق هستیم یا با تعدیل. کسانی که با متن اصلی موافق هستند کارت سبز، کسانی که تعدیل پیشنهاد میکنند کارت سرخ. اما به علت برهم خوردن نصاب ماده های دیگر این قانون باز هم از تصویب باز ماندند. شمار دیگر از نمایندگان قانون جدید مادن را بسیار مهم و اساس می دانند و خواهان بازنگری برخی از ماده های این قانون هستند. اینمی مادن افغانستان اگر چور و چپاول شوه، اینمی خودش ما رایش باز کردیم برای چور و چپاول دیگر. وقت قراردادهای بزرگ ما نظارت کردن نتانیم، ما نمیفهمیم که مادن کوچک چقدر است، حجم سرمایهش از بزرگ یا متوسط. پس این یک مشکل است، چرا کمیسیون امی موضوعات از بینش برداشته؟ ما کدام دعوای شخصی نداریم. معدن مال من نیست، مال افغانستان است، مسئولیت این خانه است. من مسئولیت سخنگویی یک کمیسیونی را دارم که او کمیسیون هم یک ماه قانون را به طور تخصصی خوانده، با متخصصین معدن یک جای مشترک کار کرده. پیشنویس قانون جدید مادن که در 20 فصل و 116 ماده تصویب شده است، به روز شنبه بار دیگر در مجلس به بحث گذاشته خواهد شد. و این هم نرخ شماره از ارزها در برابر پول افغانی در بازار امروز کابل. یک دلار امریکایی 57 افغانی و 20 پول، یک یورو 78 افغانی و 80 پول،
یک درهم امارات 15 افغانی و 50 پول، 1000 پیای هندی 940 افغانی، 1000 تومان ایرانی 7 افغانی و 40 پول و 1000 پیای پاکستانی 573 افغانی. و اکنون هم میرسای صدیقی با تازه های از جهان ورزش. خیلی خوش آمدین سب. تشکر همکار عزیز. باز هم خوش آمدید. نشست فوق‌العاده کمیته ملی المپیک در یک رأی‌گیری علنی رئیس تازه این کمیته را برگزید. این نشست امروز در حال در کابل برگزار شد که نماینده شورای المپیک آسیا و رئیس تربیت بدنی و ورزش کشور در این نشست حضور نداشتند. در این نشست 27 فدراسیون المپیکی و نیمه المپیکی و روح‌الله نیکپا نماینده مدال‌آوران حق رأی داشتند. این نشست با تنش‌های لفظی نیز با همراه بود و به خبرنگاران هم اجازه پرسش داده نشد. در این رأی‌گیری فهیم هاشمی که تنها نامزد برای ریاست کمیته ملی المپیک بود تمامی آرا را به دست آورد و برای 4 سال به حیث رئیس کمیته ملی المپیک برگزیده شد. در این نشست روح الله نیکپا و فدراسیون وشو نیز در پهلوی نماینده شورای المپیک آسیا حضور نداشتند. مطابق به اساسنامه بودن هیئت شورای اجرایه به صفت یک ناظر ای می باشد، صرف از این بالا صلاحیت ندارد. تمام صلاحیت از مجمع عمومی و تصمیم مجمع عمومی خود کمیته ملی المپیک می باشد که قبلا این تصمیم صورت گرفته. پس از گزینش رئیس کمیته ملی المپیک برای پست معاونیت اول این کمیته، باور هوتک که از پیش خودش را نامزد کرده بود به حیث سرپرست معاونیت اول اعلام شد. اما این معرفی از سوی شماری از اعضای بورد اجرایی کمیته ملی المپیک با مخالفت روبرو شد. کسایی که معاون دومی باشند میتونن سرپرستی از خالد ایابی که پست پیش برد. ما پیشنهاد رو به صفت عضو کمیته اجرایی هست که ما باید اساسنامه رو تطبیق کنیم ما قانون نتطبیق قبل از این خالی نبود من معاون بودم بعد از اینکه مدعی شدم فقط نیم ساعت میشه یا 20 دقیقه میشه که پست خالی شدن وقت خالی میشه تنها سرپرست میتونه یک کسی ایمای وظیفه بکنه بوتا من حیث معاون تا اینکه انتخابات برگزار نشوه 21 سفری نشوه و اون شخص تمام کوالیفیکیشن و تمام اهلیت شنا داشته باشه و فور میکنه در روز پیش برای کمیته انتخابات به کمیسیون انتخابات نفر هیچ نمیتونه ما انتخابات داشته باشیم انتخابات غیر قانونی میشه. این واکنش و گفتگوهای لفظی باعث شد که نشست فوق العاده پایان یابد و به خبرنگاران نیز اجازه پرسش داده نشد. این بود خبرها تا این ساعت. از توجهتان جهان سپاس. بالا شما دعوت میکنم که با برنامه فراخبر با طول نیوز باشد. وقتتان خوش. خدا نگهدار.